گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نماز زن از نماز مرد کمی فرق میکند. یکم در وقت تکبیر تحریمه مرد الله اکبر گفته انگشتانش را تا نرمی گوش میبردارد و زن باشد دستانش را تا برابری کتفان میبردارد. ببینید این طور مردها میکنند الله اکبر و این طور باشد زنها الله اکبر و دستانش را چنین میگذارد. مرد باشد دستانش را در زیر نف میگذارد. فرقیت دویم این در رکوع میباشد. رکوع مرد چنین است، پشت خود را هوار کرده و سرش را نیز به پشتش هوار میکند. چنین است رکوع مرد و رکوع زن باشد چنین است. یعنی پشتش را هوار نمیکند و کمی زانوهاش را قد میکند. بینید زن در وقت رکوع پشتش هوار نمیشود. کمی خم شده و زانوهاش را قد میکند. این طور باشد رکوع مرد است، این طور رکوع زن. فرقیت سیوم این هنگامی سجده می باشد. سجده مرد چنین است، ببینید دستهایش را می کشاید و چنین فاصله بین دستها و پاها می گذارد. و سجده زن چنین است، خود را جمع کرده آرنجهای خود را در زانوهایش می رساند و هیچ فاصله نمی گذارد. و فرقیت آخران باشد این در وقت نشستن بعد از سجده کردن. مردها چنین می شینند، در بالای پای چپ نشسته و انگشتان پای راست را طرف قبله میکنند و زنها باشند چنین نشسته التحیات و صلوات ها را میخوانند. نماز بامداد از 4 رکعت عبارت است، 2 رکعت سنت و 2 رکعت فرض. 2 رکعت فرض نماز بامداد چنین خوانده میشود. اول نیت کرده میشود، نیت 2 رکعت فرض نماز بامداد. بعد از آن الله اکبر گفته زن دستهایش را تا برابر کتفان می بردارد و بعد از آن دست راست را در بالای دست چپ در بند دل می گذارد و ثنا را می خواند، اعوذ بالله بسم الله را می خواند، سوره فاتحه را می خواند و بعد از آن یک سوره دیگر را خوانده الله اکبر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 مراتبه سبحان ربی العظیم میگوید. بعد از آن سمع الله لمن حمیده گفته راست میستد. بعد از آن ربنا لک الحمد را خونده باز الله اکبر گفته به سجده میرود. در سجده 3 بار سبحان ربی الاعلا را میخواند. بعد از آن الله اکبر گفته مینشیند. بعد از آن الله اکبر گفته باز به سجده رفته 3 مرتبه سبحان ربی الاعلا را می خواند. بعد از آن الله اکبر گفته به رکعت دویم می خیزد. بسم الله را خوانده بعد از آن سوره فاتحه و بعد از سوره فاتحه یک سوره دیگر را خوانده الله اکبر گفته به رکوع می رود و در رکوع 3 مرتبه سبحان ربی العظیم را می خواند و بعد از آن سمع الله لمن حمده گفته ربنا لك الحمد را خوانده الله اکبر گفته به سجده می رود. در سجده 3 مرتبه سبحان ربی الاعلا را می خواند و بعد از آن الله اکبر می گوید. بعد از آن الله اکبر گفته به سجده دویم رفته باز 3 مرتبه سبحان ربی الاعلا را می خواند. بعد از آن الله اکبر گفته نشسته اول التحیات، بعد صلوات ها، بعد ربنا آتینا را خوانده اول به طرف راست السلام علیکم و رحمت الله و بعد به طرف چپ السلام علیکم و رحمت الله میگوید. بعد این دعا را میخواند، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام و منك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام گفته دعا میکند. بعد از آن آیت الکرسی را خوانده بعد از آن تسبیح ها را میخواند، 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر گفته
بعد از آن لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير را خوانده، بعد از آن دعای نماز را می خواند. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعله خالصا لوجهك الكريم. این را فراموش نکنیم که بهترین دعا آن دعایی است که مضمون آن را بفهمیم، چون که دعا کردن این طلب کردن از پروردگار است و وقتی که ما چیزی را طلب میکنیم باید بدانیم که ما چی را از خداوند طلب کرده ایستاده ایم. با همین درس امروزه را به آخر میرسانیم و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است.